درود بر شما، محمد شفیع هستم از مجموعه پی ال سی وان با آموزش سوم از نرم افزار سیماتیک منیجر به زبان اس تی ال در خدمت شما هستیم. خب من اسم برنامه رو عوض کردم، گذاشتم سه، میام توی محیط برنامه نویسی و از قسمت هلپ گزینه اند رو گفتیم، حالا گزینه اند نات. خب اند نات چیکار میکنه؟ اگر بیام قسمت پایین و شما ببینید، نورمالی اوپن رو در نظر بگیرین، مثلا آیه 1.0، حالا همینو اگر به صورت نرمالی کلوز بکنیم میشه اند نات آیه 1.1 که خروجی رو مثلا میتونیم بذاریم توی کیو 4.0. خب این اند نات یا نرمالی کلوز رو ما میتونیم توی زبان STL سیماتیک منیجر میتونیم با اند نات نشون بده. پس نرمالی کلوز با اند نات. خب میام توی محیط برنامه اینجا، ببینید دقت بکنید، مثلا من not and اگر بذارم از من قبول نمیکنه، باید and not، یعنی an an اگر بذارم، حروف کوچیک هم که بذارم خودش درست میکنه. پس and i 0 و 0 یعنی normally open بیاد با and not i 0 و 1 اگر با هم دیگه سری بشه و خروجیشو بدیم به q 0 و 0 یا q 0 و 0 رو out کنیم، نتیجه رو میتونیم حالا توی قسمت یا نرم افزار شبیه ساز یا توی سیمولیشن میتونیم ببینیم با هم دیگه. خب اینجا من برنامه رو میام و دانلود میکنم به سیمولیشن و نتیجه رو با هم دیگه میبینیم. خب میرم روی حالت ران و اینجا رو هم میذارم روی حالت مانیتور. این گزینه استاندارد رو ما نمیخوایم، اینو میتونیم از اینجا اگر بتونیم برش داریم. گزینه خب گزینه خب استاتوس رو داریم، RLO رو هم داریم. خب همین دوتا کافیه، RLO و استاتوس. خب الان میرم روی حالت سیمولیشن و آی 0 و 0 رو فعال میکنم. ببین آی 0 و 0 رو که من فعال کردم، اومد چیکار کرد؟ کیو 0 و 0 رو فعال کرد. یه بار دیگه ببینید، من آی 0 و 0 رو فعال میکنم، استاتوسش میشه 1، RLO ش هم میشه 1. خط بعدی استاتوس من چیه؟ وضعیت آی 0 و 1 من صفره، ولی چون اند نات آر ال او توی خط دوم میشه 1. خب اند 1 با 1 هم میشه 1، پس کیو 0 و 0 من شده 1. در نتیجه وضعیت کیو 0 و 0 هم اینجا شده 1 که میبینید اینجا شما میتونید ببینید. حالا اگر برعکس این قضیه باشه، یعنی من بیام آی 0 و 1 رو فعال بکنم، وضعیتش یکه ولی RLOش صفره. خط بالایی هم RLO چیه؟ هم وضعیت و هم RLO صفره. اگر من بیام و آی صفر و صرف حالا فعال بکنم، شما میبینید که وضعیت هر دوتا یکه ولی فقط RLO خط اول من یکه. برای اینکه Q صفر و صفر من فعال بشه باید چیکار کنم؟ باید آی صفر و یک رو غیر فعال کنم. ببینید من آی 0 و 1 رو که غیر فعال میکنم، کیو 0 و 0 من فعال میشه. پس هر جا که من بخوام مقدار کنتاکت بسته یا نورمالی کلوز یک ورودی، یک مموری، یک کیو، فرق نمیکنه، رو اینجا استفاده بکنم، کافیه که از انات بیام در اون برنامه به اصطلاح بنویسم، توی پیاده سازی بکنم توی STL و ازش استفاده بکنم. پس اند برای نورمالی کلوز یا کنتاکت باز هست و انات برای کنتاکت بسته یا نات یا منفی یا صفر هستش که میتونید ازش استفاده کنید. اینم از آموزش دوم که خدمتون ارائه شد. انات پیروز باشید.